ببین IMG رو شما می نویسی IMG، خب تب می زنی نها کن، من حالا سریع می نویسم شما راحت بنویسی IMG، IMG بزن تب بزن، ایمت دیگه از پلاگین ایمت داره استفاده می کنه، IMG تب برات ایمیج رو جنریت می کنه، یا نمی خواد IMG رو می نویسی، سورس داریم required alt گفتم واجبه، V2H رو هم می توانی نزاری، حالا دست خود اینو به طور مثال می نویسم تست سورس، سورس چیه؟ یه کنترل اسپیس که بزنی بهت تمام شما اینجای ایندکسی تمام فایلای کناری تو بهت نشون میده، تنها فایلی کناری که داری ایمیجز نه، خب من میذارم ایمیجز، یه اسلش میذارم، ایشون از نوع چیه؟ دایرکتوری، از با اسلش میشه واردش بشه، یه اسلش میزنی کنترل اسپیس رو میزنی بهت چیو نشون میده؟ فایلایی که داخلشه، مثل first.jpg second.jpg هر کدومو دوست داری انتخاب می‌کنی، Alt F2 رو میزنی، عکس مورد نظرت رو میاد اینجا نمایش میده. نخواستی میگه نمیخوام مسیری که تو میگی برم، میگم باشه، میای اینجا عکست رو باز میکنی، مثلا سکند فرست فرقی نمیکنه، سکند رو میزنی، کلیک راست، کپی، پس فارسیش میشه مسیر، میگه کپی کنم فرام، از مسیر کانتنت روتت این رو میگم آره کپیش کن، میای اینجا کپی میکنه، میای اینجا بین دو تا دابل کوتیشن کنترل وی مسیر رو برات قرار میده، همین مسیری که من بهت گفتم رو اینجا برات کپی کنه، خودش قرار نیازی سال حتم حفظ بود، خیلی حفظ نمیکنن و خیلی هم نمیان مسیرها رو یاد بگیرن، میان همین مسیری که من گفتم انجام کپی میکنه مسیر رو، مثلا از این خودم میخوام استفاده کنم، کلیک راست کپی پس فرام کانتنت روت کپی، بیا اینجا یه تگ دیگه IMG کنترل وی، اینجا هم تستش رو می‌نویسم، میام اینجا F5 می‌زنم میاد اینجا، اوکی. خب بریم تگ مهم دیگه ای رو شروع کنیم باش کار کردن که تو تمام پروژه هایشون ازش استفاده میشه، اصلا بدون برو برگرد، یکی از قسمت های مهم پروژه تو تگ A یا انکر، انکر ها بهش A میگن، لینک میگن، انکر میگن، انچور نوشته میشه، انکر خونده میشه، برای چی؟ بین ارتباط، ریلیشن تو پیس، ارتباط بین صفحات، غیر ممکنه شما برید تو یک وبسایتی مثل حالا مثلا دیجیکالا، خب مثل آپارات، شما برید قسمت اعظم وبسایت رو تگ های لینک رو نداشته باشه، تگ لینک چیه؟ مثلا بیام این پایین ماینو ببینم چی داره، این شاگرد من ها، این شاگرد دابرام یا دانیال برته، این داره چیزای خوبی هم کار میکنه، هم وبسایت رو داره کلا واسه هم اپلیکیشن هم وبسایت، شاگرد من شاگرد دانشگاه آزاد هم خوبم داره کار میکنه، خوبم داره پول در میاره، میتونی در واقع باش لینک بزنی بگی که من طرف آرمی پرو من کمکتون میکنه، الان جزء کسایی هم هستش که توی در واقع آپارات داره خوب پول در میاره. خب به همه چی هم داره میگه، خب بحث گوگل پلی و بحث ترمه و بحث دلاری میتونید پول کار بکنید، یاد بگیرید و اینا رو میبینید دنبالش، هم من دنبالش میکنم هم من دنبال. بعد مثلا من میام اینجا روی ایشو میبینید تگ کرسر میشه، یعنی شبیه به دست میشه، وقتی یه چیز رو رفتید روش شد دست، یعنی میتونه به یه صفحه هدایت بشه، از کجا فهمیدم؟ پایین صفحه رو نگاه کنید، پایین صفحه رو اینجا رو ببینید، داره یه لینکی رو اینجا نمایش میده، میبینید؟ عمره نمیبینید ولی خب یه استرس رو میبینید، خداش من نمیبینم، من کورم، ناکو داره میگه من به این صفحه میخوام هدایت بشم، کلیک میکنم روش، ببین اینجا چی شد، به این صفحه هدایت شد و برینکست مثلا علوم شناختی مغز با نام چرت و پرتا اومده اینجا داره قرار میگیره به این صفحه هدایت شدیم، میخوام مثلا به یه صفحه دیگه هدایت بشم، طراحی علوم شناختی با دکتر سارا سلیمی مثلا، ببین الان من اومدم اینجا، خب بریم بعدی، مثلا بریم این پایین ببینیم لینک های دیگه داره، مثلا علوم شناختی چیست و چه هم مثلا هم چیز روش کلیک میکنم هدایت میشه، از تگ A نها کن، تو تگ A در واقع تو کجا کار، تو منو ها الان نها کن، تگ منو در واقع تگ A داره، اینها مثل چه میدونم این الان ببینید دست من کرسر میشه، یعنی که من میتونم به یه صفحه خاصی هدایت بشم، پایینم لینکش رو مینویسم میزنم هدایت میشه، پس تگ A جزء پرکاربردترین تگ هایی هستش که توی
پروژهتون شما ازش استفاده میکنید. چند تا تگ داریم خیلی پرکاربردن، تگ ای انکرها، تگ آی ام جی، تگ پی پاراگراف، هدینگ ها برای سئو، پی پاراگرافی که گفتم برای سئو تونه، هدینگ ها برای سئو تونه کار پرکاربرد، آی ام جی رو میگیم، انکرها رو هم میگیم خیلی پرکاربرد. رو به هی میریم رو به جلو میبینید کل وبسایت رو بیاین نگاه بکنید 15 تا تگ ما داریم خیلی ازش استفاده میشه. یکیش این هستش که میخوام در موردش صحبت بکنیم. بعد نگاه کن هر جا میری تگ ای رو میبینی. الان من دوباره به صفحه دیگه میتونم هدایت شم. قشنگ هر جا دلم بخواد هدایت بشه. چه میدونم مثلا ایشو مثلا چی میشه بود؟ یه حالی چیز مهم. پس تگ ای در واقع جزء اون تگایی هستش که ما قرار ازش توی پروژه‌مون ازش استفاده بکنیم. یا همون ای یا انکرها. چه جوری میتونیم استفاده بکنیم؟ تگ ای تگ پیرز اینجا بنویسیم در موردش، تگ پیرز هستش، جفت یه مقدار یه اتریبیوتی داره به نام اچرف. اچرف هم شبیه به سورس آدرس دهی ابسولوت داره و ابسولوت هم این او این یو آدرس ابسولوت داره، آدرس ریلیتیو داره، هر جفتش رو امروز یاد میگیریم. همین یه اتریبیوت خیلی مهمی که داره هم بحث اچرف هستش که شما باید بیای قرارش بدید. چیه این لاین؟ میریم میبینیم که این لاین هستش و من میخوام ازش استفاده کنیم، ولی یه استثناست، میخوام یه استثناء رو تو ذهنمون داشته باشیم. کافی هستش که ای رو اینجا باز کنید، ببندینش. خب توش دیتا میتونید بذارید، به طور مثال من میسم گوگل، اگر آلت اف2 رو بزنم هیچ تغییری توی گوگلی که شما اینجا دارید میبینید اتفاق نمیفته. چرا؟ چون تگ ای رو من باید حتما از اتریبیوت اچرفش استفاده بکنم. میام اینجا اچرف رو باز میکنم، میگه خب شما به من دو نوع آدرس دهی میتونید بکنید. نحوه آدرس دهی ابسولوت حتما HTTP یا HTTPS، دو نقطه /// میتونید www رو بذارید، میتونید نذارید، ترجیحاً نذارید بهتره. google.com الکد مثلا کد ایران زمین مثلا .com. یه دونه از دو تا وبسایت رو من اینجا گذاشتم. من HTTPS نیستم، معکوس نوشتم. سایتی که HTTPS هستن رو راحت میتونید اینجا بنویسید، مثلا HTTPS google.com. میزنم Alt F2، میام اینجا، قشنگ میتونم کرسر انتخاب میشه، دستم رو میتونم روش بذارم. پایین رو دقت کن، میخواد به یه صفحه‌ای هدایت بشه، میزنم صفحه گوگل، هدایت شد. مثلا وبسایت بعدی کنترل دی رو میزنم، خطی که روش کد رو دارم کنارش قرار بگیره. ایشون بره apparat.com. میام اینجا F5، دیتاش apparat نیست، apparat. میام اینجا میزنم روش، کجا هدایت میشم؟ apparat. ببین به صفحه apparat هدایت شدم. بعدی ای میبینید نمیشناسه آپارات، آپارات اسم فارسیه. کلیک راست میکنی اینو باید ببرید توی در واقع توی لایبرری این نرم افزار سیو بکنی. کلیک راست میکنید رو شو کانتکست اکشن، منتظر میشی تا پاپ اپش باز بشه. پاپ اپش باز نشه کلیک راست میکنم دوباره شو. چرا باز نمیشه پاپ اپش؟ شو کانتکست آلت اینتر. خب من فکر کنم پر شد دیگه لایبرری، اجازه نمیده من چیزی رو اضافه کنم. یا پر شده یعنی که نرم افزار نیاز داره ریستارت بشه. کپی رفرنس؟ نه. اینجا باید یه پاپ اپ باز میشد که میخواید تو سیوش بکنی یا نه. حالا من سیوش نکردم. میام اینجا مثلا یه مقدار دیگه رو میذارم، مثلا همون الکد. میخوام به سایت خودم هدایتش بکنم. می‌نویسم http://// elcodeiranzamin.com و میام این طرف یه کنترل دابلیو دابلیو رو میزنم، یه F5 الکود میزنم به سایت خودم هدایتش میکنم. خب برای اینکه بتونید به سایت دیگه هدایت بکنید میتونید از تگ ای استفاده بکنید. به چه دردی میخوره؟ ببینید سایت ها مثل دیجیکالا، خب این گزینه اپلایزر رو یا اپلایزر حالا به مرور زمان بهتون میگیم نصب بکنید، ولی ما یه دونه پلاگین داریم به نام الکسا. الکسا رو که روش کلیک می‌کنی
اینجا نوشته سایت در واقع لینکینگ این میگه سایتی که اومدن دیجیکالا رو چیکار کردن تبلیغ کردن تو سایت خودشون 12047 تا وبسایت هستن به اینا میگن بک لینک در واقع لینک رو توی وبسایتشون گذاشتن طبیعتا شما اگر بیاید تگ استفاده بکنید و تبلیغ یه وبسایت رو بکنید میتونید از این کار استفاده بکنید بیاید لینک خودت لینک اون وبسایت رو بذارید توی وبسایت خودتون که طرف اگر روش کلیک بکنه به وبسایت شما هدایت بشه باعث میشه یک توی گوگل شما اون وبسایت رو رصد بکنه ببینه لینک اون وبسایت توی سایت شما وجود داره باعث میشه پوان مثبت بده به اون وبسایت و دو بحث سئو داره یعنی پس بک لینک ها اینجا میتونه مهم باشه ما میتونه از تگ ای هم استفاده بکنه خب من اومدم آدرس ای ابسولوت کردم خیلی راحت اومدم http در گوگل الکود دیجیکالا آپارات یاهو هر جایی که دلتون میخواد میتونید تو وبسایت خودتون بهش لینک بدی و اونجا هدایت بشه دو ریلیتیو چی ریلیتیو چیه ریلیتیو میشه وبسایت طراحی کردن شما صفحات شما معلومه که من مثلا اینجا آدرس دهی ریلیتیوه چرا ناگهان من اینجا میزنم هدایت میشم به خود وبسایت یک قسمتی از وبسایت دیجیکالا این الان یک قسمتی از وبسایت دیجیکالاه خب برمیگردم فروشنده شوید یه قسمت از وبسایت دیجیکالا است پس من دارم در واقع چیکار میکنم توی ناگهان تو دامینش هم دیگه تو دامینش دارم صفحاتم عوض میشه این آدرس دهی میشه آدرس دهی ریلیتیو یعنی شما بیای توی پروژه تو صفحات مختلف رو درست بکنید با تگ ای بیاید با هم دیگه وصلش بکنید ببینیم چه جوری میشه این کارو کرد من یه صفحه دارم به نام ایندکس میام اینجا یه تگ ای میذارم و هیچ کاری هم نمیکنم فعلا میام اینجا یه اشوام میذارم مقدار هلو ورلد رو قرار میدم یه پی میذارم یه لورم ایپسوم یه لورم ایپسوم این تگ H1 رو هلو ورلد نمیذارم مثلا دیس پیج از ایندکس مثلا دیس پیج از ایندکس و آی ام جی رو اینجا قرار میدم مثلا من اینو بیارم جلو یه کنترل اسپیس میذارم ایمیجز سکند تست و همین آلت اف2 رو میذارم این رو داره به هم میگه که خب این صفحه پیجش ایندکس میگم آره دیگه از کجا فهمیدم اینا اش این اسمش ایندکس نگاه به این نکنید اینو خود نرم افزار تولید میکنه بعدا میبره روی سرور اینا همش از بین میره این همون بحث کوکی هستش که میاد این نرم افزار برای این قرار میده خب ببینید الان بزنم پاکش هم بکنم بازم میاردش کنه هیچ مشکلی نه خب میام اینجا یه صفحه دیگه درست میکنم به نام about مینویسم about و کنسل میزنم یه کنترل A میزنم یه به این صورت مینویسم اینجا اسم تایتلش رو هم عوض میکنیم مینویسم about میام اینجا یه اشما قرار میدم مینویسم this page is about یه P lorem و یه P align center و یه img images first test و alt f2 رو میذارم خب این صفحه about از کجا فهمیدم از این قسمت خب این دو تا صفحه رو من میخوام به هم وصل کنم این صفحه رو به این وصل کنم این صفحه رو به این وصل کنم اصطلاحا بگیم این دو تا با هم دیگه چی ان در ارتباطن بیایم ارتباطاشون رو وصل کنیم از تگ چی استفاده میکنم از تگ A میام اینجا تو صفحه about یه تگ A میذارم تو صفحه ایندکس هم یه تگ A گذاشتم اینا هاشش خب میام با یه href هم جداش یه HR هم جداش میکنم که وقت براتون سوال نشه اینا چی هن جداش میکنیم که کاملا متوجه بشه اینا جدا شدن و به این شکل میام اینجا یه F5 میزنم هیچ دیتایی هم توش ننوشتم میام توی ایندکس هم مینویسم صفحه about و اینجا می‌نویسم صفحه هوم یا ایندکس فرقی نمی‌کنه. حالا بگم اونجا یه صفحه هر چی دوست دارید بزن. فارسی بزن. من بعدا فارسی می‌نویسم. بزن صفحه اصلی خانه. این چی؟ در واقع اومدیم اینور. این در واقع صفحه هوم من توی صفحه اباوتم می‌خوام برم تو صفحه هوم اینجا نوشتم هوم. اینجا صفحه در واقع ایندکسم یا همون هوم هم میخوام برم صفحه بار چجوری وصلش رو میکنید از href کمک میگیرید خب یه کنترل اسپیس بزنی
داره میگه که ببین تو صفحه اباوتی ایناش، ببین من صفحه اباوت، میگه کجا میخوای بری؟ میگم میخوام برم صفحه ایندکس دات اچ تی ام ال، مسیر رو بهش میده. حالا میتونه چند تا فولدر اینجا باشه، بره توی فولدرها، فعلا کاری نداره، فعلا به اون صورت نرشه. الان صفحه ایندکسم، الان صفحه ایندکسم، میخوام برم صفحه اباوت، میام تو اچرف یه کنترل اسپیس میزنم، میگم میخوام برم کدوم صفحه؟ اباوت. خب الان میام اینجا یه رفرش میکنم، ببین رنگش آبی شد. رنگ آبی یعنی چی؟ یعنی که آدرس درست گرفته و منطقی میخواد توی صفحه ما شروع کنه به گشتن. شما از این بعد میرید توی اینترنت میخواهید مچ یه نفر رو بگیرید ببینید که قبلا تو چه صفحاتی رفته، دقت کنید. مثلا من می‌نویسم سایت فروشگاهی، خب طراحی سایت فروشگاه اختصاصی با امکانات حرفه‌ای. ببین این رنگش آبیه، یعنی که قبلا کسی روی این کلیک نکرده. وب راست مثلا همچین چیزی، طراحی سایت فروشگاهی ایران سایت همچین چیزی، یه همچین چیزی. باز بیسون من روی این استثنا کلیک میکنم، میام اینجا کلیک کردم، اومد تو وبسایتش، برمیگردم اینجا رنگش چی شد؟ رنگش بنفش شد. یعنی چی؟ یعنی که قبلا کسی روی این کلیک کرده. خب یعنی قبلا کسی روش کلیک کرده. خب میام اینجا، این الان آبیه، یعنی قبلا کسی روش کلیک نکرده. من اینجا میام روش نگه میدارم، میخوام برم صفحه کجا؟ اباوت. میزنم اومدم صفحه اباوت، اومدم صفحه اباوت دیگه. اینجا چیه؟ هوم. میزنم میام صفحه هوم. الان اینا با هم دیگه چی شدن؟ کاملا در ارتباطن. فردا شما وبسایت شروع کنید طراحی کردن، صفحه 5 تا صفحه داشتیم، منوات رو طراحی میکنیم، برای تک تک منوهایی که طراحی میکنیم باید چی بشه؟ همه لینکدی بشه. یعنی شما مشخص کنید آقا یه دفعه صفحه دارم منم فروشگاه، هدایت میشه بره فروشگاه، نره به گوگل، بعد لینکدینش رو درست انجام بده. خب پس برای ریلیشن زدن یا ارتباط زدن بین صفحات، ما از تگ تنها، از تگ HTMLی که داریم، تگ ahref، تگ دیگه نداریم برای هدایت شدن. حالا مثلا یکی به من میگه، میگه سمت سرور ریدایرکت داره، اون ریدایرکت قضیهش فهم ما یه داریم میگیم دارم از یه در واقع کدی استفاده میکنم از طریق سرور، دارم میگم ریدایرکت کن برو به اون صفحه، بازم تو دلش داره از تگ A استفاده میکنه. خب الان من میام کلوم این رو پاک میکنم، صفحه اباتم رو پاک میکنم، 4 تا صفحه میسازم پروژه این هفتهتون، یعنی سه شنبه تون صفحه میسازم به نام کانتکت، میام کلوم پاکش میکنم، صفحه میسازم به نام گالری، این هم از این، یه 4 تا صفحه، 4 تا صفحه رو ساختم، 4 تا صفحه هم اینجا قرار گرفتن. و من میخوام چیکار کنم؟ میخوام بیام شروع کنم از صفحه ایندکسی که اینجا دارم شروع کنم نوشتن. سوال؟ خب